اکثریت یارای حاضر به 244 نفر 123 نفر اکثریت است. ما به اساس نمی اکثریت آرای حاضر و نصابم بر اساس چی است؟ بر اساس اکثریت آرای حاضری که استعمال شده، چون 244 رای حاضر استعمال شده بود، 123 رای 50 جمع 1 تکمیل میکرد. ما به استناد ماده 71 اصول وظایف داخلی ولسی جرگه ما رحمانی را برنده اعلام کردم. دیگه بعد از این که جنجال شد و از کمی بحرانی شد، دیگه باز او فعلا هم گریان دبون بست است. فعلا یا یک بار ارزیابی کردن آراره، دوباره که ارزیابی کردن آرشیف 246 رای استفاده شده. منشی برای ما درست راهپور نداده بوده، به هر رقمی که بوده نمیفهم مشکل در کجاست، ولی بعد از اینکه ارزیابی میشه ثابت میشه 246 رای استعمال شده. وقتی 246 رای استعمال شده باشه، اکثریت 124 تقاضا میکنه، 123 50 جمع 1 پره نمیکنه. و حال یک تعداد میگن که بعد این رای که باطل شده این رای باید صحیح حساب شده، و یک تعداد میگن که نی صحیح حساب نشده، یک تعداد میگن که رای باطل شده باید در آرای مجلس بره و مجلس سرد نظر بده که این باطل است یا صحیح. و من خود از نظر من چون باطل است، حالی هم میگم باطل است، فردا هم میگم باطل است، نگه اگه جلسه تاییدم بکنه کار جلسه است، چون در جلسه همیشه تصامیم بر اکثریت آرای حضور گرفته میشه. دیگه وکیل صاحبای حاضری جلسه به اکثریت آرا اگر تصمیم بگیرن که رای درست است، کار ازواست، ولی به باور من او رای که من باطل اعلان کردم او رای باطل است. دیخون پور صاحب، دلیل چی بوده که این منشی به شما را اشتباه گزارش داده؟ و از طرف دیگه گزینش منشی هایی که شما دوتا داشتین به عنوان رئیس معقد چی گونه بوده؟ لمی قسمت با کمال تاسف باید بگیم که فعلا اصول همی است، قاعده همی است که وقتی اولین جلسه ولسی جرگه داری میشه یک معیار تعیین کردن، کسی که مسنترین است رئیس میشه، و دو تا کسایی که این خردسنترین است یا منشی و نایب میشن. این یک نرم است، یک قاعده است. به اون خاطر با کمال تاسف اینی بر بنیاد اهلیت است، نه بر بنیاد شایستگی است، نه بر بنیاد لیاقت است، فقط بر بنیاد اینمی قاعده که مسنترین رئیس مجلس رئیس موقت مجلس و جوانترین هم منشی و نایب رئیس. او دو تا دختر، یکی از روزگان است منشی است، یک دختر دیگه از نورستان است و نایب رئیس است، و هر دو جوانترین کساب ولسی جرگه هستند. من مسنترین کس در ولسی جرگه هستم، میار امی هست. بله، و این که منشی فرزن چرا ای تو کده ایر خود منشی اگه بتانه پاسخ بده. او خب شما آمد که نمی 244 رای بوده، تنها منشی هم نبوده اونجا، دو تا نماینده از دو چی هم خواسته بودیم، از دو کاندید هم خواسته بودیم، همی دو نماینده کندی جمعی دو تا منشی ارچارشان همی راپور برمه دادن که آرای استفاده شده 244 رای است. بر بنیادی 244 رای 123 50 جمعی یک تکمیل میکنه، پس رحمانی برانده است، حقش است، من او را رئیس اعلام کردم. حال که جریان تغییر کرده بودی بحث جداست، در این حالت 123 50 جمعی یک تکمیل نده. بله، پرسش دیگه میاست که اتهام توزیع پول به مقیاس وسیع در انتخابات ریاست مجلس وجود داره، شما شاهد چنین معاملاتی هم بودین؟ من از جریان رای دهی به هیچ وجه راضی نبودم، به هیچ وجه. من تا آخر باور کنین که من انصافا خودم از این جریان رای دهی خجالت میکشیم. چرا؟ رای دهی سری است. من که احساس میکردم رای دهی سری نبود، من بارها اعلان کردم که اگر شما میخواین که رای سری بیتین تلفن با خود نیارین. معنای تلفن چیست؟ معنای تلفن نیست که آدم عکس میگیره، تکمارک میزنه، میبره و کاندید میته که نمه تکمارک زدن پولی بره. این همی معنی دیگه، معنی ندار. از این به من چی میکنم؟ برداشت من این است که این احتمال زیر مرد نمیکنم، احتمال پوله رد نمی کنم. وقتی که پول باشه انتخابات شما بخواین یا نخواین شفاف نمیتونه باشه.
مخالفین آقای رحمانی و طرفداران آقای اصولی فرضیه را مطرح کرده که شما در بدل دریافت پول در پای امو موفقیت یا مورقه پیروزی آقای رحمانی امضا کردید. بله میپذیرم. بله بله ما میگن ما و اگر ثبوتی داشته باشن ما حاضر هستم. ما آدم 68 سال زندگی کردم، در تمام ولایت غور یک متر زمین ندارم، یک خانه ندارم، یک بچه دارم، در اونجا انجینیر است، فیلم بیکاره، بچه می یک سکل نداره دختر خود تا دکتر ببره، یک دختر 7 ساله داره پشت خود میکنه میبره به دکتر، پس میاره به چی؟ به خانه خود. به اون خاطر من 68 سال بسیار با عزت زندگی کردم. ای 14135 نفر که برای من بدون یک افغانی رای میده یا هیچ کدامشان دیوانه نیستن، یا قبول کردن که عطا آمد برد، یا راست گفته و راست میگه. من اهلی گب نیستم و تو زنده باشم هم نیستم. وقتی که من 1 میلیون از رحمانی بگیرم، شاید 1 میلیون یا 10 میلیون دیگر از 10 تا وزیر بگیرم، من میخوام شما بعد از اینکه من از دوری 5 سال دوری وکالت خلاص میشم، بین یک دفعه زندگیم را ارزیابی کنیم. اگر در زندگیم با همین معاش پارلمان 0.005% تغییر آمده بود، من از همونجا خود شما در محبس یا در پای دار میرم. من تا آمد هستم، خلاص من دیخان پور است. ما در غور 1,200,000 نفر زندگی میکنیم، مخالف ما دارم، اما مخالف های برای ما گفته نمیتونه که دهقان پور مرد خیانت و مرد رشوت است. شاید بگن بد از دشمن ماست، ولی نمیگن که دهقان پور دروغ میگن، نمیگن دهقان پور رشوت میگن. من اهلی گپا نیستم و 5 سال بعد همین کسایی هم که اتهام میبندن از همالی آمدن عذر خواستن، از همالی، هنوز 5 سال نگذشته. 5 سال بعد من یارو گفتم که شما میین که دهقان پور تو کسی بودی که باید پایت ببوسم، باید نگم نه آل اجازه نیست، نه وقت است. من می آدم هستم به من توت ننی از اتهام توت، بخاطر که من میفهمم کی هستم. این هم دقیقا پرسید کسایی که دعا کردن، مشخصا خود آقای اصولی بسیار صریح صحبت کرد، شما خواهان مدارک شواهد از اینا شدین و گفتین که باید این ادعای خود ثابت کنه؟ نه شدیم. ما وقتی که میرفتیم دو اتاق و از اتاق برمیگشتیم، هیچ وقتی 100 نفر یا 80 نفر هم رویم کمتر نبوده. 100 نفر 80 نفری که همه سر میز میزدن و چیغ میزدن و داد میزدن، دو حالت ما از اتاق پس دوباره مجبور شدیم آمدیم اعلام کردیم. دو حالت اصولی ما شما یک اردو هم که باشه دلار گرفته و حساب کردن نمیتونه، جایش نیست. اون مشتاقی که میز میخوره تو پلی و دوت نخواه که بندر این دلار حساب کنی. میخوری با نبوده که برای من دلار بیت، اگه میدادم داده نمیتونستم، و اگه میگرفتم گرفته نمیتونستم، چون شرایطش نبوده کنه. 100 نفر دور ما جمع بوده دیگه. و پرسش دیگری گونه مطرح کنیم که با وجود این اختلاف هایی که وجود داره، حالا بر سر کرسی ریاست مجلس، هنوز هم آقای رحمانی رو شما زی حق میدونید؟ من با وجود 244 رای آقای رحمانی رو مطابق ماده 71 اصول وظایف داخلی و سجرگه مستحق میدانست، و حالی که 247 رای فرزند صندوق ریخته شده، یعنی 246 رای، هفت نه، یک ورقم سفید انداخته شده، وقتی که 246 رای دوباره ثابت شد که به صندوق انداخته شده، آقای رحمانی پیجا جمعیت پره نمی کنه. این ما قبول کنم یا نکنم اصول میگه که مقابل قبول نیست. این حرف من نیست، حرفی هم من گفتم به اساس اصول گفتم، و حالی حرفی که من میگم به اساس اصول میگم. من دشمنی چی فرزند آقای رحمانی هم، منی هم عاشق آقای رحمانی، ما عاشق اصول، ما عاشق قاعده، ما عاشق حق، همین تو زندگی کردم و میخوام تا مرگم همین تو زندگی کنم. حالا که اشاره کردین با این وضعیت، شما برای آینده اختلاف ها را چگونه ارزیابی میکنید بر سر همین پست ریاست مجلس؟ مشکل به مردم ماست، مشکل به وطن ماست، مشکل به کلاه ماست. ما برای حل هر معضل قاعده داریم، اصول داریم، قانون داریم. دوستای ما و کلای محترم ما که جنجال میکنن، فریاد میکشن، سر خود به دیوار میزنن، هیچ مشکلی را حل نمیکنه. همه بیاین جامردانه با سینه فراخ صادقانه اصول بپذیرن. اصول خودش میگه چی میشه، دیگه مشکل حل است. تا وقتی مردم ما
تابی اصول نشوه، تابی قاعده نشوه، ما کوچکترین مدل را حل کردن نمیتونیم. این خب مثال مدل کلام است. اصول واضح است، اصول میگه رحمانی باشه باشه، اصول میگه رحمانی نباشه نباشه. اگر اصول بگه رحمانی نباشه طرفدارش قبول نمیکنه، اگر اصول بگه رحمانی باشه مخالفش قبول نمیکنه. پس چیزی به نام اصول کسیش قبول نداره، چیزی به نام قانون کس قبول نداره. مردم پشتون قبول داره، ازبک قبول داره، تاجیک قبول داره. این وطن نیمون شخصی پدر پشتون است، نیمون شخصی پدر تاجیک است، نیمون شخصی پدر شمس الله خان است. این مال کسایی که تذکیره داره این وطن، مال کسایی که تبع این وطن است. اما دوستان متفکر نمیکنن، یک دفعه فکر میکنن که مال پدر پشتون است، یک دفعه میگه مال پدر تاجیک است، یک دفعه میگه مال پدر ایمو خواست، یک دفعه میگه مال پدر ازبک است. این مشکل ما را حل نمیکنه. در هند 120 ملت زندگی میکنه، شما این حرف را نمیشنید. من با تاسف به این میخورم که دمی جریان جلسه ما از زبان یک پشتون نشنیدیم که حق با رحمانیه، و از زبان یک تاجیک نشنیدیم که حق با رحمانی نیه. این تو میشه؟ همین تو نور شما دارین که پشتونا هر چی بگن به نفع پشتون همیشه، و تاجیکام هر چی بگن به نفع تاجیک همیشه. همین صحیح است؟ این وطن به این حالت میرسه به جایی؟ من سر خود لذت کردم برادرها، شما نماینده 30 میلیون انسان که در خون غلط میخوره. من تا یه 15 روز 7 نفره من کشته شده مقابل طالب، او پدر دارن مادر دارن، او فرزند ها بوده دومی که کشته میشه بچهش نامزاد میشه یک تانوز فرزند، بعد از 10 ساعت اولادش جنازهش میارن. این میارزه که تو رئیس مجلس باشی؟ این میارزه که تو جنجال میکنی؟ نه، چیزی به نام انصاف در وطن وجود نداره. یایی که میگن ما نماینده ایم، یا نماینده نیستن. اگر نماینده باشن ای تو عمل نمی کنن. نماینده تابع قانون است. قانون میگه رحمانی رئیس باشه، به دیده. قانون میگه که رحمانی رئیس نباشه، نباشه. قانون میگه اصولی رئیس باشه، به دیده. قانون میگه اصولی رئیس نباشه، نباشه.